با خنده آرا لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری رحمان الرحیم، هموطنان عزیز، جوانای گران قدر ما، فامیلای بسا مهربان ما، خواهران، برادران، نور چشمان ما، اطفال نازنین، تشریف آوریتان را قلبن و قلبن خوش آمدید گفته دستهای گرم و پرحساس شما را صمیمانه می فشارم و امیدوار استم از خداوند پاک تمنا دارم که با لباس عافیت بر تن باشید و خنده از لبانتان دور نگردد. برایم جای بی نهایت خوشی است که باز هم با سپری شدن یک هفته شما فامیلای مهربان خدا، شما عزیزای خدا، شما جیگرگوشای خدا باز دوباره در برنامه خنده ها را با صحت میبینم. از خداوند پاک اظهار سپاس میکنم که شما نازنینای خدا دارم. به افتخار خودتان یک کف بزنید و به افتخار خوارک ما که امشب تشریف آوردن در برنامه یک کف میزنین که و میریم به سراغ جوکا و فکایی ها. باد آباد سر هر کسی که آمد نوش جانش. میگن که یک آدم بسیار زیاد ساده بود، یک بچه بود، بسیار زیاد کمک و ساده مجاز بود، بسیار زیاد لودگک بود. همی هر کسی که میدید، در خصوصا دخترای مقبوله که میدید، یک دم دانش هم ترکایی واز میمان. او چی مقبوله شو دامه اوه سرقه خدا شم خدا مادر از این سر از این چی خورده اوه و قرآن نه غیر ببویم سر من سوختگی نان خورده باشه. همین سعی کو که همی اولادم که مقبول باشه از نان معلوم میشه. اگر نان خوب خوردی خوی نترکایی شازاده میای سعی کو. خدا خویی لودگک رفت طرف دریا، رفت طرف بحر، رفت طرف بحر، رفت امونجا در بحر تا شد دلب بحر، همه تو چکر میزد که یک دفعه از زیر بحر یک دونه پری دریایی بالا شد در سر هاو. این پری دریایی را که دید، یک دفعه طرف این پری دریایی که می سعی کرد، یک دفعه گفت اوه اوه سرقه خدا شما اوه این سرزمینیش که قه مقبول بود، این زیروی ازی چه قه مقبوله سرقی تو خداشم چی چیزایی داری او قربان تو. یک دفعه پری را گفت که سلام سلام سلام. پری دیگه میگه سلام، چطور هستی؟ من خوب هستم. هلو اوف قیامت از قیامت کتما رسی میکنی؟ کتمت توی میکنی؟ نه من خواب آدمیزاد نیستم، من پریستم. من هیچ آدمیزاد نیستم، من پریستم. پریستی؟ پریش چی هستن؟ پری نامش شنیدی؟ من پری دریاییستم، من از جنس ماییستم. مرا کس نمیتونه که در دست خود بگیره، کمی بگیره من میلخچم. تو یک دفعه من بگیرمت میلخچی از دستم. تو مرا گرفتن نمیتونی تا تو پیشوری من بیایی من در زیر او میرم. خوکت ما رسی نمیکنی؟ گفتم ما آدم نیستم. یک دفعه امی لودام طرف پری چای کرد گفت من کجا آدم هستم دیگه؟ ما هم تیار پای پاک یک
آدم به آدم هستم من مترکایی. خب ما در سر هستم تو دزیر بیا قرار کده آرسی کنیم تا مترکایی چیز پری پرتا سر پری خود پرتا پری هم مترکایی زیر غطایی زد گفت مرگز که تا آدم های لودا آرسی نمید. قربان شما عزیزای ما، میگن که یک خانم شوهر خود پشت سودا روان کرد، شوهر خود پشت سودا روان کرد، گفت که میرامد بله میرامد ای دیگه تو کارا نکو گمشو خدا بخی گمشو یک ذره خدا اصلاح کن بخی که در خانه یک کچالو چیزی نیست برو یک ذره سودا بیار یک ذره چیز بیار که برای چاشت یک چیز پخته کنم بخی. خب یک دفعه این میرامد بیچاره برآمد بیرون رفت به مجرد که بیرون رفت این میرامد گم شد یک ساعت دو ساعت سه ساعت چهار ساعت این خانم دیگه چه شد میرامد ای چی شدی مردک قرآن خدایی را خب بزنه الهی من میگم باش البته کدام جای رفت بازم ترکایی نشده باشه ای خود چیز داره از برای یک دفعه دیگه اینم تو قصهش براتون کنم صبح اینم تو از خانه برآمد اینم ترکایی رفت پشت سودا میمان داشتم گفتم برو پشت سودا 12 بجه روز شد این میرامد گم شد میرامد گم شد آخر اعصابم خراب شد خیستم چادر از سرم کردم برآمدم بیرون گفتم باش که میرامد چیز کنم یک ذره سودا مام بگیرم که میرامد خدا زده چی شد حالا میرم که میرامد در پل باغمومی قرار کرده این تو دانشوا از مونده طرف در زنای مقبول میگو یک دفعه مترکایی گفتم او او تره او گوش پکه او کلا برود دانت واز مونده کجا سودا را گرفتی؟ سودا را تال گرفتی؟ نگرفتی؟ یک دفعه طرف من سعی میکنم میگه همشیره اینم اینطوره کدام جای دیدیم وی گفتم قار خدا شوی ممیال صبح از خم خوامد پیش پلیس آمد دیگه پلیس از هموطنهای پنشیر ما بود گفت که سلام علیک خوب هستی پلیس جان چل داری خوب هستی جور هستی خانه خیرت هست خوب هستم بگه خیرت هست چی گفت بگم گبت بزن چی میگه؟ نه نه بچه میرامد از صبح که برآمده تا حال گم از پشت کچالو برآمده 10 ساعت شد که میرامد گم است چطور کنم 10 ساعت شد یک دفعه امی پلیس گفت که پشت چی برآمده؟ پشت کچالو برآمده یعنی 10 ساعت که گم شد 10 ساعت است که گم است حالا خب برآمده گمش که کچالو نبید برای یک چیز دیگه پخته کن میگن که خانم خبرنگار آمد یک دوست دیگه خبرنگار لط میکنه مترکایی دیگه زده میره خبرنگار لط میکنه یک خبرنگار هم دیگه حالا خوب کردم اینم تو خوب کردم که چه چیز خوب کردم که خبر دوز دیگه تو حق نداشتی که خاله تو یک جنگ است تو یک گال است دیگه خبرنگار بیچاره را زده میره دمی اسنا یک نفر آمد از اینجا یک کاکاگک آمد گفت که چی نمیزنی چرا تو میزنی گناه داره سنی چی کب میزنی یک دفعه دوز گفت خبر خراب تیر کده نه؟ خبر خراب تیر کده خب چی کده؟ من 10,000 دوزی کده بودم 15,000 خبر تیر کده 15,000 خبر تیر کده 4 روز است که زن مرا محکم گرفته که چی کدی 5,000 دیگر را یک وقفه کوتاه میریم و دوباره بر میگردیم با یک آهنگ زیبا با چکچکای شما We'll be right back.
ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری هایشو سر زلف تارا تاب کی داده چشم حسل مست تارا خواب کی داده چشم حسل مست تارا خواب کی داده های شوق سر زلف تارا تاب کی داده چشم حسل مست تارا خواب کی داده دم خانه درایی که مگم زود برایی هی چال آها شوام یکا یکا رفتارتا پیزار زری همی لکه گردنتا پیزار زری همی لکه گردنتا دم خانه درایی که مگم زود برایی های شوخ سر زلف تارا تاب کی دادم چشم حسل مست تارا خواب کی دادم دم خانه درایی که مگم زود برایی نام خدا نام شلام یار جانا بگو بیا با من یاری کو مارا میبرن گریه نکو سر زلف تارا تاب کی دادن چشم حسل مست تارا خواب کی دادن چشم حسل مست تارا خواب کی دادن خودت زنی جوی بجوی مرغابی شبی خودت زنی جوی بجوی من سبزه شوم تو را ببینم لب جوی من سبزه شوم تو را ببینم لب جوی های شوخ سر زلف تارا تاب کی دادم چشم حسل مست تارا خواب کی دادم های شوخ سر زلف تارا تاب کی دادم چشم حسل مست تارا خواب کی دادم دم خانه درایی که مگم زود برایی دم خانه درایی که مگم زود برایی
عنوان شما یک عالم تشکر از محبتهایتان، از لطفتان. شما جوانای نازنین، شما فامیلای بسیار مهربان من، افتخار میکنم که شما نازنینا را با خود دارم. یک عالم تشکر از محبتهایتان، از تشویقهای گرم و فوق‌العاده‌تان. میگن که دو تا خورخونده با هم شیشتن، یکیش طرف دیگه خود سعی کرد گفت که خوارک جان، امی تو خو حج رفتی، امی تو خو حج رفتی به خاطر ازی که من نمی فهمم یگان چیز از پیشم غلط میشه، یگان چیز از پیشت پرسان کنم. ما خو نرفتیم بیت شریف، خداوند پاک مرا ببره کت شما دوستا که یک دفعه ما برم، یک دفعه هم یک خور ننویم رفته بود، پس اثر آمد گفتم حجت مبارک باشه، خدا قدم شده کنه. یک دفعه گفت که الا زیا گل جان اول آخرم باشه، خدا دشمن سر تا نبره. وی گفتم خدا نکنه این گپ نزن. گفت چرا؟ گفت تو پیاده روی داره که توبه قپیاده که خواه اصل. گفتم اونمو مزیش ده موستک این گپ نزن، خود او این گپ زد. البان خب بگو سوال تا بگو که سوال چی بود؟ سوال ما ای بود که بی بی آجی جان، سوال ما ای بود که بر ما بگو که دمی غسل، دمی غسل چی چی فرض است؟ در غسل اول افتاوه فرض است؟ افتاوه کته باشه؟ خوب صحیح، آدم صحیح استنجا زده بتانه. چیز دیگه دمی غسل دیگه چیز، یکی افتاوه، یکی هم وی سبیل مانده یادم رفت، یکی افتاوه، یکی نه، یکی در غسل، یکی چیز فرض است. خو خور جان گوش کن، در غسل سه چیز فرض است، یکیش صابون، یکی صابون، دیگهش کیسه، دیگهش کیسه، دیگهش هم جان پاک. خوب سه یه همه تا خدا پاک کنی، یه همه تا خدا پاک کنی. وی خیلی خور جان تو ناقج رفتی، هیچ از غسل از فرض غسل هم نیست که صابون و کیسه و چیز. خیلی دیگه تو فرض چیز غسل نگفتی، تو خود دیگه فرض امامه گفتی، چیزا خود امام دیگه فرض امام. خب مقصد این همی سه چیز هست در اونجا دیگه، افتاوه من تا ضروری باشه پیشت باشه. میگن که بچگک آمد از مادرش گفت که قیس بیا جا، بیا که بوی میتی بر پدرت ناله. نمیفهمی گپه، بیا که میگم بوی میتی. حالا چی بوی میتم؟ بوی میتی تو یک بوی، تو یک چیز میگه فقط بگو یکی داده یک اشتوکا کم میزنی. بیچه گم شوا اشتوکا کم میزنی، گم شو بیا ای طرف بیا، چشمایش هستی که جای چکک واره، بیا ای طرف بیا. کلکنده امای خود یک سی و دو نیم، دو دستش نباشه در پاچه آدم مدرایه. بیا که یک سوال از پیشت دارم بیا. خب برای ما بگو قیس، برای ما بگو که همی وقت سیب چیندن کدام وقت هستن؟ کدام وقت است وقت سیب چیندن؟ آدم چی وقت آدم سیب بچینه؟ چی وقت آدم سیب بچینه؟ بگو بچم، اگر گفتی برات یک جایزه میتم. سیب چیندن چقدر سیبکا باشه؟ سیبای ننید باشه. خب سیب دیدی؟ سیب حالا دیدی؟ حالا کسی سوال هم نکنم، مادر یک قسم هستی تو بخی، فقط همی بابیم راست میگه که تو شیشک هستی. چپ گپای بابیت نزن، فهمیدی؟ من میفهمم، بابیت میفهمم در بین زن و شوهر که یک گپ شد باید از اولاد چیز نگویم. میفهمی گپ؟ این گوشت کش میکنم که در گوشت باشه که هیچ وقت خودم پدر و مادر خودم در بین چیزش نمیدرایه. در بین چیزش؟ حتی گپای میدنی مادر گپایت بوی خون میدن. خب بابی شرف، خب گپ من میگم یعنی که از دانم خیانه. گفتم خب برای من بگو بچه‌ام که وقت سیب چیندن که پخته میشه در باغا،
دباغا که سیب پخته میشه وقت سیب چیندن کدام وقت است؟ بگو بر مادرت. اگه گفتی برات جایزه میتم. خب چی جایزه میدی؟ چند دفعه دروغ گفتی جایزه میتونم جایزه میتونم او روز آقای مام گفتی که آقای مام گفتی جایزه میتونم جایزه میتونم واسه جایزه آقای کی بود؟ گم شو چپاش در خاله چا نگویی که بعد از پدرت ماچ دادم جایزه. خب مام برات میگم وقت سیب چیندن وقت سیب چیندن در واقع اونمو وقت است که دروازه باغ باز باشه کاکا باغوان در سر نماز باشه دیگه این طرح کنی بری دویده 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 همی سعی کنی که کاکا باغوان دمی سجده رفت خوب سیم تو کنش کل که بر آمده اونو وقت میفهمی که خوب سی طرف زمین سجده کده اون هم وقت بازم یک چند دانه سیبه میگیری چور میکنی میایی اون هم وقت سیب چیندن است. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم با شما فامیلای نازنین ما با شما جوانای ناز با شما اطفال نازنین که قربان یک یک شما افتخار مستن به افتخارشان خوب سعی یک کف بزنیم. ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری دوستان عزیز، فامیلای بسیار نازمه، فامیلای بسیار مهربانمه، جوانایی که اینجا تشریف آوردین، یک عالم از مهربانیتان، از لطفتان، از محبتایتان اظهار سپاس میکنم و از جوانایی که فعلا در کمره اینا محبت میکنن، جوانای موسیقی و تماما کارکنان تلویزیون یک، فقط میخواین که تلویزیون یک همیش برنامه های خوب و جالب خدمت شما تقدیم کنن و شما برنامه های تلویزیون یک هیچ وقت فراموش نکنین. افتخار میکنم برای تماما کارکنانشان بالخصوص برای رئیس تلویزیون یک فهیم جان که یک بچه جوان قندول نازنین است به افتخارش خوب سعی یک حرف بزنید. میگن که خانم امرای شوهر خود جنگ کرد در خانه خانم امرای شوهر خود جنگ کرد در خانه یک دفعه شوهرش امرایش غالمغال کرد که ای 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 روی خودر زن استی بابا بخی در خانه یک ذره جمع جارو کو یک ذره پاکاری کو یک ذره از برای خدا دمی سر وضع اولادت برست آله مخو کدام چیز نگفتیم اتا آله مخو از وقتی که من تو را گرفتیم من برای اینمی میگم که یک خانم باید از صدیقی خانه خود جور کنه یک مادر باید از صدیقی اولاد خود جور کنه از برای خدا تو اینمی از وقتی که اینمی گرفتیم اتا اینمی ترکایی خود یک بغل هم اندازی خو اوف 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 ام از هر اوف اینال دیگه شام گفتم یک ذره یک من دگه چیز نمیگم مردکا من دیگه چیز نمیگم که غیر غیر میری غیر مرا سر من غیر تومت میکنی غیر سر من غیر مرا آزار میتی غیر مرا الهی از خدا خواستیم خدا اینه شروع شد اینه شروع شد اینه حال دین دین اینه همه تو ننش بود اینه میگفت میزد خسر من این قیق جور کرده بود به خدا خسر من میدیدین فقط بانجان خاشک بیچاره را عدسته که زر بزن ننه ازی این همه ترکایی خو یک زن است که شویه میخوره یک شویه است که زن میخوره عدسته که این همی چیز خدا بیامرزه اینم بابی مام اونه تیر شد اونه زندگی بود رفت خو چی بگویم من دیگه چیز نمیگم من دیگه فقط این همه که میگم که پیش خداوند پاک من دعا میکنم من همه تو میگم دیگه که فقط همه تو برای خدای خود میگم الله الله مردکه شما آمین بگوی این خب الهی و مردکه اگر من گناهکار ملامت باشم الهی بمیری الهی بمیری هفته را پورا نکنی اگر نیکه تو گناه
گناهگار باشی. اگر نه که تو گناهگار باشی، الهی آخر ما به بیوه شباب. و حالا میریم به یک آهنگ زیبای دیگه. الو یار جان خطر دارد، جدایی سبز و ناز می آید، قبر می راز می آید. ما و تو یک جا بشینیم، سبز و ناز میآید، محرم راز میآید. آها شما هم سبز و ناز بگوید. سبز و ناز میآید، محرم راز میآید، از دل پر دردم بشنو، سوز و گداز میآید، از دل پر دردم بشنو، سوز و گداز میآید. ها ماشاءالله. کوتاه میریم و دوباره بر میگردیم با شما فامیلای نازمه، با شما مادرای گرانقدر، اطفال نازنین که امروز شما تالار روشن کردین. قربان یک یکتان، افتخار میکنم برای کلتان. موسیقی
ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری دوستان عزیز، فامیلای بسا مهربان ما کمی لذت تلویزیون یک هم میبینین، قربان یک یک شما. میگن که یک آدم تاکسی را دزد داد، بیچاره در تاکسی شیشت، به این مجرده که در این تاکسی شیشت، این تاکسیوان دیگه همون ترکایی فقط موتر را قمچین کنی دیگه، همون ترکایی بیش این طرف، یک دفعه این بیچاره این نفر وارخطا شد، همون ترکایی به زبانش هم بند میمان، یک دفعه گفت چی میگی استاد؟ چی میگی بیادر؟ گفتم استاد یک زرن سسلو بدوان. خب مقصد برسانم تسلویش چی میکنی بیادر؟ در اینجا قانون مانون نیست بیادر، این همه تو رکایی است. پشو بیادر چی میکنی؟ پپیتا بگو دیگه، پپیتا بگو، پپیتا بگو لالا جان پپیتا. نه بگو کاکا کجاست دیگه، به آدرس بنده مو آدرس میرسانم. اوی تا بان دیگه از همونجا. یک دفعه دمی از نادسته که به سرعت رفت، یک دفعه یک چخوری آمد در این پیشوری از این موتر کمی چخوری، یک دفعه بیچاره زبانش بند میمونه، یه دفعه گفت چا 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 میگنم تو یک چرسی گریان میکرد که همسایش گریان میکرد که روزه رفت، روزه رفت، این چرسی دیگه به حسابش خراب شد که رفت دروازه را تق تق زد، این همسایش که این چیز رفت دیگه، مهمان عزیزم رفت، مهمان عزیزت کی بود؟ یک دفعه این چرسی گفت، نفر گفت، گفت این رمضان مبارک سبا به خیر میره، این چرسی را زور داد گفت میره، برا برا بابا برا چی برا. خود چرسی دیگه بیچاره دیگه روز که سر دیگه هفته که روزه آمد، آمد دروازه همسایه خود تق تق زد، گفت ای نپشتم یازنید که گریان کده بودی سبا باز میاید. دخترک یک بچه را دوز داشت، این بچه بسیار زیاد دیگه بسای بچه را دوز داشت و یک دفعه دمی اسنا ای بچه را خواست خانه، خانه خواست، گفت که منیر یک دفعه بیا خانه کار دارم. این بچه که آمد خانه دیگه کس نیست خوری تو که باشه چی میکنی؟ باشه قد قطعه کت نید خو خیر است، فرق نمی کنه، من قد قطک متقه کار ندارم، مادرم نیسته، فامیدی روش کنی که من میرم برای چای میارم، چای دم میکنم برای چای میارم. این مونی که رفت چای آورد دیگه، عکس های مادر از زیر سعی کرد، گفت اوه مادر از زیر سعی کدو آره چی زن بدرنگ سرقی خداشم، راستی که از بدرنگ مقبول میاره، چی اولاد مقبول نیرسه، به خیالم طرف بابه خود رفته. خودمی اسنا یک دفعه گفت باش من تلفن کنم که برای دختر که چی هست، امی نام مدد سلرفون خود مانده یا نمانده، کمی تلفن کرد برای دختر، دختر دیگه تلفنش در روی خانه بود و خود دختر رفت در آشپزخانه، در می آشپزخانه رفته که برش زنگ زد، برش کمی زنگ زد، یک دفعه عاجل سعی کرد که باش که نامش، نام از این بچه هست یا نه در تلفنش، یه دفعه می سعی میکنه که نشته کردم این مرغ چارم، مرغ چارم که یعنی پیش از این سه تای دیگر را مندیوال داره دیگه، در لیست هست دیگه، خدا بعد از اون مرغ پنجم، مرغ ششم، مرغ هفتم قربان شما. یک وقفه کوتاه میریم و دوباره برمیگردیم.
ادامه لحظات شیرین خنده آرا و همکاری میگن که قنداری یکی از قنداریای ما همراه یک دختر کابل عروسی کرد. همراه یک دختر کابل عروسی کرد. یک دفعه این دختر گفت که این دختر هر وقت بیچاره را دختر میگفتش که عزیزم مر چی فیشن میکنم ای دقصه من نیستی ای طرف مسائل نمی کنی. یک دفعه خب صحیح سائل میکنم، خب مزدر سائل میکنم، از دل سائل میکنم، نمی خدا بسید چرت راشوری هستی. بسید که من چقدر مقبول هستم، تو هیچ اصلا احساس محبت نداری امرای من، من نمی فهمم چرا زیاد. من چی احساسش من نمی فهمم، من خب صحیح احساس داریم، من تو خودت که نمی فهمی، من خب صحیح احساس داریم. یک دفعه گفت که چیز من نمی فهمم دیگه، اگر من فیشن میکنم هرچی میکنم هیچ تو طرف ما سعی نمی کنی. گفت ما طرف سعی می کنیم. اگر خیبیه یک چند گپای دختر گفت خیب بیا یک چند گپای عشقی می زنیم، خوش را می کنیم. یک دفعه بچه شروع کرد گفت امو بچه خالت کجاست؟ گفت کدام بچه خالت؟ گفت امو بچه خالت قد بلندش چشمکای سو سو سکدش. امو به سم مقبول است، امو کجا هست؟ گفت خاک در سرت بلا بزنید یا هم گپای عشقی شد. گفت خیلی چی بگویم دیگه، این همی گپای عشقی نیست مترکه. دوستان عزیز میریم یک آهنگ دیگه میشنویم. وای از
از یاران جدا گردیدم از باعث تو وای خاک بر سر کده دوستی چهار روزه تو دوستان عزیز، فامیلای بسا مهربان ما، جوانای نازنین، نور دیده های ما، اطفال نازنین، یک عالم تشکر از محبت هایتان، از لطفتان. برنامه ما همینجا خاتمه یافت. تا برنامه دیگه شما را به خداوند پاک میسپارم. شبهایتان برات و روزهایتان هید. هر جایی که افغانای ما در هر گوشه دنیا، خداوند پاک از غم و غصه و درد دور داشته باشیشان. اسپیشل مملکت ما را خداوند پاک، شما عزیزای مرا، شما جیگرگوشه های مرا صحت و سالم داشته باشه از انسانای بد که در وطن ما حالتای خراب میاره. خداوند پاک ما و شما را حفظ داشته باشه. قربان شما. تو خنده آرای دیگر به همکاریه؟